خب توی این ویدیو میخواییم با فیلد های سریالایزر ها آشنا بشیم، فیلد های مهمش، مواردی که هست رو با هم کار بکنیم، ببینیم، بخونیم و ببینیم چی به چیه. خب توی همین سورس هایی که داریم من میرم همین بخش سریالایزر فیلدز که اینجا این قسمته و ببینیم حالا چه فیلد هایی رو داریم. مثلا ما بولیان فیلد رو داریم، ببینم این بالاتر که اطلاعات خاصی نیست. اوکیه، حالا مثلا داده هایی هستن که خودتون میتونید بخونید. مثلا ما چویس فیلد رو داریم، مثلا اومده چویس هاش رو مشخص کرده، استایلش رو مشخص کرده که بیاد مثلا از چه قالبی بخونه داده ها رو. اینا مواردی هستن که خوبن، مهم هم هستن، ولی حتما خودتون هم یه نگاهی بندازید. خب بولیان فیلد چیه؟ همون ترو فالسیه که توی مدل ها هم داشتیم. بولیان فیلد رو میذارید براتون توی این قسمت. حالا لاگین هم پریده، میگید حالا یه بار لاگین بکنیم، یه بار هم با هم ببینیم. مثلا rest of login، بذار یه بار دیگه لاگین کنم بهتون کامل اونا رو هم نشون بدم. بولیان فیلد کدوم میشه؟ میشه همین بخشی که توی articles داشتیم و میتونیم اینجا مثلا تیک استاتوس رو بزنیم یا برداریم. برای اینه نال بولیان فیلد میاد چیکار میکنه؟ میتونه مقادیر نان رو هم بگیره، یعنی نان باشه، فالس باشه یا ترو باشه. بعد مثلا کاراکتر فیلد رو داریم که میشناسید، میاد کاراکترها رو ذخیره میکنه. نوع دیگهش ایمیل فیلده که میاد ایمیل ها رو ذخیره میکنه. حالا کاراکتر فیلد یا ایمیل فیلد چه مقادیر رو قبول میکنه؟ مکس لنت، مین لنت، آیا اینکه بتونه بلانک باشه یا نه، و اینکه آیا اون فاصله های اول و آخر رو پاک بکنیم یا نه. تریم کردن یعنی چی؟ یعنی شما مثلا نمیدونید، دستتون میخوره یه فاصله ای میزنید، بعد مثلا میزنید به فرض مثلا چی بنویسیم، مثلا همون هلو رو بنویسیم. خب نمیدونید، اولش یه اسپیس میزنید، این ورا یه اسپیس هایی میزنید، خودش میاد این فضاهای اول خالی رو به صورت اتوماتیک پاک میکنه. خودش هم دیفالتش هم ترو هست. ایمیل فیلد همینطوری. حالا ریجکت فیلد رو داریم که خیلی باحاله، توصیه میکنم حتما در موردش یه مطالعه داشته باشید. ریجکت فیلد رو تعیین میکنید، یه ریجکتی رو بهش میدید، بعد حالا میاد چک میکنه ببینه آیا اون داده ها بر اساس اون ریجکتی هستن یا نه، که داره از جنگ و کور ولیدیتورز ریجکت ولیدیتور استفاده میکنه. خودتون میتونید ولیدیتور مد نظرتون رو بنویسید. فکر کنم تو ورژن های جدیدتر جنگو ولیدیتور ها رو داره می نویسه. آخه جنگو ورژن 3.2 هم اومد. حالا میگم جنگو مثلا گیتاب، ببینم تو گیتابش براتون پیدا میکنم یا نه. جنگو الان توی ورژن های جدیدش مثلا ولیدیتور های یوزرنیمش رو، یوزرنیم پسوردش رو آورده توی settings.py نوشته. ببینم کجاست، الان پیدا کردنش یکمی سخته، توی ویدیویی بهتون میگم، نشون میدم، ولی حتما میتونید از این استفاده کنید و ریجکس رو بنویسید. اسلاگ رو داریم، یورل فیلد رو داریم که چک میکنه ببینید فرمت داده ها یورل یا نه، اسلاگ یا نه، یو یو آی دی هست یا نه، مثلا فایل پس درسته یا نه، و همچنین آی پی ادرس که یه ساختاری داره که میتونه آی پی ادرس ها رو برامون ذخیره بکنه. انواع فیلد های دیگه میبینیم که مثلا داده های عددی، مثلا اینتجر فیلد رو داریم، فلوت رو هم داریم، دسیمال رو هم داریم دیگه. مثلا نوع داده مثلا بیگ اینتجر رو نداریم. خب شما اینو یاد بگیرید که اگه خواستید از بیگ اینتجر استفاده کنید همون اینتجر فیلد رو قرار بدید. موارد دیگه دیت تایم هست که قطعا باهاش آشنا هستید، خود دیت هست و خود تایم هست، میتونید ازش استفاده کنید، و همچنین دیوریشن هست. دیوریشن فاصله دوتا موضوع رو مثلا میتونه مقایسه کنه که داره از تایم دلتا استفاده میکنه. مثلا شما میخواید توی حالا سریالایزرتون مثلا دیوریشن یه دونه ویدیو رو ذخیره کنید، بهترین فیلد همین فیلد هست که میتونه اون تایم دلتا رو براتون محاسبه کنه. بعد از اون مثلا چویس فیلد ها رو داریم که یه سری چویس هایی هستن، هر کدوم رو بخواید انتخاب میکنید. مولتیپل چویس فیلد اجازه میده که چند تا چویس رو همزمان بتونید داشته باشید. و همچنین فایل آپلود رو داریم که به صورت فایل آپلود و ایمیج آپلود هست و همین. حالا
انواع مختلفی هست، مثل اچ استور، اونایی که مثلا دارن از پوستگرس کیو استفاده میکنن، جیسون فیلد رو داریم و یه سری حالا فیلد های دیگه مثل همین هیدن فیلد رو داریم که یه سری داده های هیدن رو میتونه در خودش نگهداری بکنه و فیلد های خودتون رو هم میتونید بسازید. و اینا فیلد های کلی هستن در جنگو و همچنین یک سری اکسترا فیلد های هم هستن تحت یه سری پکیج ها. مثلا همین DRF Extra Fields رو یه نگاهی بکنیم، توی کتابش هستیم، بهمون یه سری Extra Fields های خاص در ساخته، مثلا Base 64 Image Field، نمیدونم دیدید یا نه. خود گوگل هم مثلا من یه عکسی رو بیارم بالا همینطوری شانسی، ببینید خود گوگل هم الان داره یه سری عکس ها رو به صورت Base 64 ذخیره میکنه. اگه من سرعتم زیاد باشه میتونم بگیرم که گرفتم. میبینید این عکس خب هیچ جایی ذخیره نشده، یعنی این عکس هیچ لینکی نداره روی وب، بلکه این عکس تبدیل شده به یک داده ای تحت عنوان Base 64. بذارید من همین رو کپی کنم بهتون نشون بدم توی یک تکست ادیتوری، حالا باز میکنم و اینا رو اینجا پیست میکنم. این داده هایی که میبینید همون عکس هستن، یعنی اگه این داده ها رو دیکودشون بکنید بر اساس Base 64 به خود این عکس با این رنگ بندی ها میرسید به همین سادگی. مثلا این پکیج داره یک فیلد مخصوصی رو معرفی میکنه که میتونه داده های از این قبیل رو ذخیره بکنه. بعد برای فایل ها هم یه همچین کاری رو کرده، یعنی اینا دیگه روی سرور فضای خود اون فایل رو ذخیره نمیکنن، بلکه فقط مثل کاراکتر فیلد هم ولی یه فرمت خاصی دارن. بعد مثلا پوینت فیلد رو داریم، اینجا حالا نمونه هاش رو بهتون گفته، یه همچین پوینت هایی رو میتونی بسازید. رنج فیلد رو داریم که یک رنج از داده ها رو قرار میدیم، مثلا اینتجر رنج فیلد، دیت رنج فیلد. میبینید خیلی نوع داده های جالب تری رو از قبل نشستن برامون کانفیگ کردن و آماده کردن. اگه خودمون بخوایم یه همچین چیزایی رو کانفیگ کنیم سخت زمان بره، ولی از قبل مثلا ببینید لوور کیس ایمیل فیلد که حالا توضیحاتش هم گفته که مثلا به اون بزرگی و کوچیک حروف این سنسیتیو هست و یه همچین فیلد هایی. حالا پکیج های مختلفی هم هستن، پکیج هایی هستن که اصلا اینجا گفته نشدن، یا مثلا برای یه جی آی اس هم پکیج خاصی هست که بتونیم توی دی آر اف باهاش کار بکنیم. اینا میشن به صورت کلی فیلد ها در دی آر اف. نمیتونیم دونه دونه بشینیم همه اینا رو کار بکنیم، اگه بخوایم کار بکنیم طول دوره میشه نمیدونم 1000 ساعت، 2000 ساعت، 3000 ساعت، زیادم به درد نمیخوره. خودتون هر موقعی که نیاز شد بگردید، میدونید که الان توی داکیومنت ها از کجا بتونید اون اطلاعات مورد نیازتون رو پیدا کنید، بگردید پیدا بکنید، نشد بپرسید تو گروه ها و کامیونیتی ها و مطمئنا میتونید توی لحظهش نیازاتون رو برآورده کنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، برای زنگولم بزنید، از آموزش ها حمایت کنید، به دوستانتون معرفی کنید کانالمون رو، یا اینکه مبلغی رو دونیت بکنید. تا آموزش های بعد فعلا.